اونایی که شکلات دوست دارن اصلا این ویدیو تکون نخورن. امروز اومدم براتون یه پودینگ شکلات خوشمزه بزنم، سریع انفجاری برداره بره. با ما همراه باشید. خب بریم برای تهیه پودینگ شکلاتی خوشمزه‌مون که واقعا من خودم عاشقشم. یعنی بعد غذا میخوری، یعنی میکنه ها، نمیشوره، اینجوری قشنگ با کاردک میکنه میره. اینجا من 480 گرم شیر دارم. شیر به دمای محیطم رسیده باشه چه بهتر، مواد راحت تر توش حل میشه. 480 گرم شیر، 100 گرم شکر، 33 گرم پودر کاکائو. چون که پودینگ شکلاته این دل بخواهیه، قهوه فوری، نوک قاشق چای خوری میتونید اضافه کنید، میتونید اضافه نکنید. شیر گازمون رو روشن میکنیم رو حرارت ملایم. شیرمون با کاکائو نمیخوایم قل بزنه، فقط این که میخوایم گرمش کنیم، یعنی قبل از نقطه جوش. خب این موادی که ما گذاشیم روی اجاق رو درجه ملایم نمیخوایم قل بخوره، فقط میخوایم گرم بشه، یعنی بخار زد ازش بالا کارش تمومه. اینو میذاریمش کنار. اینجا دو تا دونه تخم مرغ داریم. تخم مرغ پر از خالی. اینجا تخم مرغ قحطی تخم مرغه، یعنی 10 تا مغازه میری یکیش تخم مرغ داره. بعد از اون کارمندش پرسیدیم که آقا تخم مرغ نداری به ما بدی؟ گفت برو از این دم این دهاتای شهر دیگه بخر. آقا خواستم بگم آخه بابا جهان اول. چرا؟ بعد این تخم مرغ قحطیه. شما مگه چیزی قحطی تو کشورتون توی ایران چیزی قحطی هست پیدا نمی کنی واسه ما کامنت بنویس. مثلا مثل چی بگم، مثلا سگ دست پراید، حالا یه چیزی مثلا پیدا نمیشه. این دوتا رو ما فقط زردش رو میخواییم. این دوتا زردهی که الان ما انداختیم تای کاسه، همزمان که دارید تخم مرغاتون رو شکوندید یه نگاه هم به این بکنید، قول نزنه. گهگاهی هم بعد یه همش بزنید، یه دونه‌های کاکائو اگه چسبیده اینا رو جدا کنید از هم و یه همش بزنید رو دمای بسیار ملایم. خب این از این دوتا زرده تخم مرغ داریم. 60 گرم شیر اضافه میکنیم به تخم مرغ و دو تا قاشق غذاخوری نشاسته ذرت. این هم از این. این از این شروع میکنیم هم زدن. کاملا میخوایم نشاسته ذرتمون داخل زرده تخم مرغ حل بشه و شیر حل بشه. این میذاریمش کنار، به این سر میزنیم. دوسته عزیز وقتی که همش میزنید از کف حرارت میزنه بالا، میبینی که الان بخار کرده ولی قل نمیزنه، همینجا کافشه. گازو خاموش میکنیم، اینو انتقالش میدیم به پارچ. حالا چرا انتقالش دادم به پارچ؟ به خاطر اینکه بتونم ریز ریز اضافهش کنم به مایه. ببین لب تا لب. بریم برای اضافه کردن ریز ریز این مایمون به موادمون. یواش یواش اینو اضافه میکنیم، چون که اگر بخوایم سریع اینو اضافه کنیم تخم مرغمون میپزه. پس باید یواش یواش اضافه کنیم. دوباره. و خوب هم میزنیم. موادمون رو با هم قاطی کردیم. درجه گاز رو دوباره میذاریم روی متوسط رو به پایین و موادمون رو اضافه میکنیم
دوباره به قابلمه. مواد رو انتقال دادم دوباره داخل قابلمه درجه حرارت پایین. این مواد رو انقدر هم میزنید تا از این بافت آوکی در بیاد و به یه بافت کرمی برسید. دوستان میبینی کم کم مایه ما غلیظ شد، تقریبا یه چیزی بین این و شکلات صبحونه، یعنی غلیظیش باید به این سمت بره. الان یه ذره زوده، یه ذره دیگه آماده میشه. دوستان میبینید غلظتش به چه صورت شد؟ حالا این هرچی سردتر بشه غلظتش میره بالاتر. اینجا من اندازه دو تا قاشق غذاخوری کره دارم، حالا یه کره جامد یا آب شده اضافه میکنید به موادشون، و نوک قاشق چایخوری وانیل. این برش کره‌ای شد، اب نداره ما با این برش برسیم. یا اسانس وانیل اگر داشتید میتونید اضافه کنید. اینم نوک قاشق چایخوری وانیل. مواد اونو هم میزنید، میبینید کاملا مواد خودش رو گرفت. قسمت آخری که میخواید موادتون رو صفر کنید تقریبا 10 دقیقه تا یه رو باید شما حواستون به این مواد باشه و هم میزنید. همونی هم که اجاق خاموش کردید یه 2-3 دقیقه هم روی اجاق خاموش هم میزنید موادتون رو با کره و وانیلتون قبل از اینکه بخواید اضافه کنید به ظرف. برای اینکه بخواید اینو انتقال بدیم به ظرفای شیک و خوشگلش بکنیم باید احتیاج داریم به اینو اضافه کنیم به پارچی، چیزی که نوکش بتونه ما رو همراهی کنه. از این ظرفای مکش مرگ من میارید و اضافه میکنید به این ظرفاتون. ببینید چه غلظت خوبی داره. دوستای عزیز پودینگای شکلات ما آماده است. من خودم واقعا حواسی شدم الان یه دونه داغ داغ بخورم، ولی نمیشه. هرچی خنک تر بشه خوشمزه تر میشه. بره داخل یخچال استراحت کنه، خودشو بگیره. برای روشم یه سری شیرین کاری داریم انجام بدیم و به شما ارائه بدیم. بریم و برگردیم. خب این پودینگای شکلاتی ما هم از یخچال درآوردیم، خیلی هم نرم و لطیف و دلنگیز شده. میتونید روشو با خامه دیزاین کنید، حالا هر مدلی که دوست داری. یه مدل کوچیک‌تر. روشم پودر کاکائو بزنید. از این تمشکای خوشگل خوش شده دو تاشو با این تمشکا دیزاین میکنم و دو تاشم که پودر کاکائو ساده است. چقدر نرم و لطیف شده، به به، واقعا طعمش به یادماندنیه. یه طعم خاص خوشمزه باحال داره و حتما تو خونه هاتون درست کنید، جلوی مهموناتون بذارید و حتما بگید که از کانال ما این رسیپی رو گرفتید و ویدیوی ما رو شیر بکنید. لایک هم برای ما بزنید، 60 همه بالا. لایک، سابسکرایب، زنگوله و کامنت. مشخاتونم بنویسید، خودم شب اومدم خطش میزنم. امیدوارم که همیشه شاد و خوش و سلامت در کنار خانوادتون باشید. به خدای بزرگ میسپارمتون.